بیننده عزیزی پرسیدن که در, نم... در سفر نماز سنت چطور باید خواند ببینید برادر عزیز بزرگوار اصلا وقتی که الله سبحانه و تعالی در مورد نماز مسافر میگه شما نماز چهار رکتی رو دو رکت بخوان چرا؟ چون اصل در شریعت این است که یورید الله و بیکم الله سبحانه و تعالی برای شما آسانی میخواهد ولا یرید بکم العسر و برای شما سختی نمیخواد هدف از این که نمازهای چهار رکعتی رو شما دو رکعت میخوانید ظهر و عصر رو با هم میخوانید مغرب و عشا رو با هم میخوانید هدف این است که در سفر خب شما در جا نیستید در خانه خودتون نیستید در شهر خودتون نیستید در مسجد خودتون نیستید شاید در اون شهر مسجد نباشه شاید بلد نباشید به خاطر این الله به خاطر آسانی شما به خاطر آسانی شما گفته که نماز چهار کتری رو دو رکت بخوانید میتونید در جماعت نخوانید در خونه بخوانید در هتل بخوانید میتونید که ظهر و عصر و مغرب و عشا رو با هم جمع بکنید یعنی جمع و قصر بکنید مادامی که در نماز فرض این سهولت و آسانی رو الله متعال برای ما قرار داده در نمازهای سنت علما میگن که اولاتر این است که انسان ترک بکنه این هدیه است از طرف الله سبحانه و تعالی که به شما داده که سنت رو در سفر ترک بکنید و این وقتی که ذات اختص الهی یک چیز رو برای تو آسان قرار داده یه انسان مثل بنی اسرائیل نباشه که روی خودش سختی ها رو بیاره غیر از سنت صبح غیر از نماز وتر که رسول الله صلی الله علیه و در حضر و سفر ترک نکردن اما اینو بهتون بگم سختی نیست مشکلات نیست شما میخواید نوافل بخونید میخواید تهجد بخونید میخواید نماز شب بخونید میخواید اصلا نصف شب بلند شو صد رکت نماز بخون در سفر هستی مثلا دوستی داشتیم با یک سفری باش رفته بودیم نیمه شب در بیابان جای ماشین رو نگه داشته بودیم برای استراحت رفت رو ریگ و تو بیابان شروع کرد به نماز خوندن خب کسی نمیتونه بگه نه این کارو نکن این کار تو غلط هست تا اندازه که میتونید نوافل این چیزا رو بخونید تا جایی که میتونید براتون س... هدف فقط یک قاعده کلی داشته باشید الله برای شما آسانی میخواهد و برای شما سختی نمیخواهد به خاطر همین رخصت که داده شده در مرز، در سفر، در وقت خوف، در وقت باران، در وقت مثلا باران شدید هست، برف شدید است. شما میتونید نماز جماعت نرید، نمازتون رو در خونه بخونید، حتی در مساجد ندا میکنه معزن که نمازتان را میتوانید در خانه بخوانید چرا دین ما برای ما آسانی میخواهد و سختی نمیخواهد